از زمان روی کار آمدن سنی های تنروی طالبان در افغانستان روز به روز وضعیت این کشور وخیمتر شده و در زمین های مختلف پس رفت داشته است. در همین راستا سازمانها ها و نهادهای مختلف بین المللی هم هر از چندگاهی گزارش های منتشر می کنند که با اعداد ارقام و آمار دقیق وخیم بودن وضعیت این کشور را فاش می کند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. منابع خبری از بستری بودن ده ها کودک در بیمارستان های شهر کابل پایتخت افغانستان به دلیل ابتلا به سوء تغذیه خبر دادند در همین راستا اداره بینالمللی حمایت از کودکان در تازه‌ترین گزارش خود که روز گذشته دوشنبه منتشر شد اعلام کرد فقر در افغانستان به طور بی سابقه ای افزایش یافته و شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه که به بیمارستان ها مراجعه کردن 47 درصد افزایش یافته است بر اساس این گزارش در ماه ژانویه 2022 تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه بستری شده در مراکز درمانی 2500 نفر بود اما در ماه سپتامبر این تعداد به 4270 نفر رسیده است. گفته می شود وضعیت به حدی است که برخی از کودکان قبل از درمان جان خود را از دست می دهند. سازمان بین المللی حمایت از کودکان می گوید هرچند نهادهای های بشر دوستانه مشغول کمک رسانی به فقرا هستند اما به گفته آنها نیازها به حدی زیاد است که هنوز پنجاه درصد مردم افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. به رو هستن. گفته این سازمان بین المللی 6 میلیون کودک و بزرگسال که یک هشتم جمعیت کشور را تشکیل می در یک قدمی قهدی قرار دارند. در همین حال کریس نیامندی رئیس سازمان بین المللی حمایت از کودکان برای افغانستان در این گزارش گفته آنها تلاش می کنند تا از مرگ کودکان بر اثر گرسنگی جلوگیری کنند اما به گفته وی بیشتر کودکان به دلیل گرسنگی از بیماری سوء تغذیه رنج میبرند و منابع کافی برای نجات آنها وجود ندارد. وی افزود اکنون زمان آن فرا رسیده که دنیا چشم خود را روی این فاجعه نبندد و قبل از مرگ کودکان بیشتری اقدام کند سازمان بین المللی حمایت از کودکان می گوید هرچند این امید وجود داشت که میزان گرسنگی در افغانستان تا پایان تابستان کاهش یابد اما به گفته این سازمان خشکسالی مداوم فروپاشی اقتصادی افغانستان بیکاری و افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده که بسیاری از خانواده ها شب و روز خود را فقط با آب و نان خشک بگذرانند. علی اکبری اخبار شیعه